سرخط خبرها، پاسخ طالبان به رئیس جمهور ازبکستان در حوزه امودریا با هیچ کشور مائده نداریم. امیر قطر از طالبان خواست تا اشتباهات گذشته را تکرار نکند. پرازیت بیرون از مرزهای افغانستان پخش شد، وضعیت در افغانستان و مرزهای بیرونیش التهابی شد. مشروع خبرها، وزیر نجی و آب طالبان احداث کانال قوشتیپه و استفاده از آب آمودریا را حق افغانستان دانست و گفت که در این باره هیچ مائده وجود ندارد. 3 روز پس از آن که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشست سران صندوق بین المللی برای نجات دریاچه آرال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بابت احداث کانال قوشتیپه و تاثیر آن بر کاهش منابع آبی در کشورهای سیاه میانه ابراز نگرانی کرد، طالبان در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان این نگرانی را به مورد خواندند. مقام‌های این گروه تاکید کردند که در حوزه رود آمودریا هیچ قرارداد یا توافق با هیچ کشور وجود ندارد، بنابراین آب این رودخانه مشخصا متعلق به افغانستان است. عبداللطیف منصور وزیر نجی و آب رژیم طالبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز در کابل گفت که مقام‌های طالبان آماده‌اند برای رفع نگرانی کشورهای همسایه در مورد آب آمودریا با آنها گفتگو کنند. او به نگرانی‌های رئیس جمهور ازبکستان در این باره اشاره کرد و افزود افغانستان هیچ مائده مرتبط با آب آمودریا با کس ندارد و ما تا به حال هیچ توافقنامه با مائده‌ای در این زمینه نداشته‌ایم. در صورت نقض توافقنامه می‌توانید نگرانی‌هایتان را مدرک کنید، اما در شرایط کنونی با هیچ در حوزه آمودریا هیچ توافق نداریم که نقض شده باشد. امیر قطر از طالبان خواست تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. شیخ تمیم ابن احمد الثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر گفته است طالبان باید به توافقنامه دوحه پابند باشند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنند. امیر قطر در 78 مجمع سازمان گفت ما بر هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و تسهیل گفتگو بین سازمان ملل، کشورهای زیره و طالبان برای اطمینان از پابندی به توافقنامه دوحه ادامه می‌دهیم، به گونه‌ای که عدم تکرار اشتباهات گذشته را تضمین می‌کند. این اظهارات در حالی است که کشورهای جهان بارها با انتقاد از طالبان گفتند که این گروه تایید دو سال رژیمشان بر اساس توافقنامه صلح دوحه بین طالبان و امریکا عمل نکرده و خشونت‌ها را کاهش نداده است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبر بیش از 150 کشور در نیویورک برگزار شد. ترکیه بر رغم رابطه تقریبا نزدیکش با طالبان، حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است. این کشور به صف کشورهای دیگر منطقه پیوسته که شناسایی رسمی طالبان را منوط به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان کردند. افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تیتر خود گزارش می‌دهد از جنگجویان تاجیکستانی تا طالبان پاکستانی در بدخشان چی می‌گذرد. تحریک انترالولا، گروه شبه نظامیان اسلامگرای افراطی تاجیکستانی، کتاب را زیر عنوان قضیه تاجیکستان و شیوه آزادسازی آن از اشغال و استبداد در 21 سرطان منتشر کرد. در بخش از این کتاب 100 صفحه‌ای که در واقع مانیفست تحریک انترالاس آمده است، جنگجویان این گروه وظیفه دارند تا برپایی نظام اسلامی و تطبیق شریعت در تاجیکستان برزمن و شهادت طلبی کنند. در این کتاب افغانستان زیر سلطه طالبان بینان سرزمین الهی و تنها جغرافیای پاکی که تطبیق شریعت در آن کامل شده معرفی شده است. در مانیفست انصارالله تنها 4 مذهب اهل سنت، مشروع و اسلامی دانسته شده و بقیه مذاهب مانند تشیع و اسماعیلیه شرک و بدعت خوانده شده است. گذشته از جزئیات فراوان این کتاب که برای اکثر جنگجویان و نیز در مدارس دینی مناطق شمال افغانستان در دسترس از حال و هوای طالبان تاجیکستانی در بدخشان نشان می‌دهد که خود را برای وارد شدن به یک مرحله دیگر آماده می‌کنند. احتمالاً آنها برای گسترش فعالیت‌های خود در خاک تاجیکستان چراغ سبز از سوی رهبری طالبان دریافت کردند. اعضای انصارالله تاجیکستان سال‌هاست که در مناطق شمالی افغانستان مستقرند، اما این حضور خیلی علنی نبوده و در بیشتر آنها خود را در میان طالبان محلی افغانستان جا زده بودند. اما پس از تسلط مجدد طالبان، حضور انصارالله در افغانستان اندک اندک علنی‌تر شده تا جایی که مانیفست مبارزاتی چاپ می‌کنند. منابع محلی تایید میکنند که مهدی ارسلان رهبر انصارالله از یک ماه به این سو نیروهایش را در شهرستان اشکاشم منسجم کرده که در کندک این گروه در آنجا تمرین نظامی میکنند. عملیات هم که اداره امنیت ملی تاجیکستان در تاریخ 15 سنبلت بر یک پناهگاه تحریک طالبان تاجیکستان در خاک خودش انجام داد و منجر به کشته شدن 3 جنگجوی این گروه شد، نشان میدهد که مرحله دوم فعالیت انصارالله عملا آغاز شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نمیگوید.
طالبان و اویغورها، تناقض عقیده و منافع. گروه طالبان مانند دیگر گروه‌های افراطی کشتار و جنگ خود را سالها با اشاره به وضعیت مسلمانان در چین، کشمیر، فلسطین و اماکن دیگر توجیه می‌کرد و ادعا داشت که برای دفاع از مسلمانان مظلوم و زیر ستم دست به جهاد زده است. طبق ادعای این گروه‌ها، جنگ برای گرفتن قدرت است و قدرت برای کمک به برادران و خواهران دینی زیر ستم. در عمل این گروه‌ها هنگامی که به قدرت می‌رسند، رزق و برق امکانات دنیوی چشمانشان را خیره می کند و بسیار از وعده‌هایی را که داده بودند به زبالدان می اندازند. پس از رسیدن به قدرت، چانه زدن به قدرت‌های کلان برای دریافت پول بیشتر و دستیابی به منافع مادی افزونتر با اجندای اصلی تبدیل می شود و برای حفظ این منافع به سرکوب و قتل مخالفان همکش و هم مشرب خود اقدام می کنند. چنان که طالبان با سلفیان و سایر گروه های رقیب در افغانستان می کنند، این تناقض در کار گروه های اسلام سیاسی و به طور ویژه در کار طالبان از دور هویداست. طالبان به لحاظ فکر عقیده به گروه حرکت اسلامی ترکستان شرقی که ریشه در میان اویغورهای چین دارد بسیار نزدیک است و در سالهای جنگ با دولت پیشین افغانستان میان طالبان و سازمان های مانند آن همکاری نزدیک وجود داشت. درباره حرکت اسلامی ترکستان شرقی اطلاعات مفصل وجود ندارد، به ویژه از این حیث که آیا بخش از شبکه جهادیسم بین‌المللی یا تنها بر اهداف معلیم تمرکز دارد. به عبارت آیا آجندای اصلی آن دفاع از اقلیت مسلمانان اویغور در چین است و تنها با سرکوب دولت چین مخالفت میکند، یا مانند القاعده و طالبان به برپایی خلافت جهانی اسلام میاندیشد؟ اما مشخص است که این گروه به جنگ و فعالیت مسلحانه متوسل شده و از خشونت بینان یکی از مهمترین شیوه ها برای پیشبرد اهداف خود کار می گیرد. در طرف دیگر بسیار از اقلیت های مسلمانان اویغور در چین هیچ پیوندی با حرکت اسلامی ترکستان شرقی ندارند و تنها به حفظ هویت دینی و فرهنگی خود که از بقیه مردم چین فرق دارند می اندیشند. اما دولت چین به محو کامل هویت آنها کمر بسته و در این راستا از سختگیرانه ترین روش های کنترل و سرکوب استفاده می کند. بسیار از اعضای این اقلیت مسلمان شبانه روز زیر نظارت قرار دارند. به انجام امور خلاف اعتقادات مذهبی خود وادار می شوند، به کمپ های کار اجباری فرستاده می شوند و تلاش صورت می گیرد تا زبان، دین و فرهنگ خود را به فراموشی بسپارند. همچنان آزاری های دینی اویغورها به شکل محسوس سلب شده، بسیار از مساجدشان مسدود گردیده و به مردم دنیا اجازه داده نمی شود از احوال آنها مطلع شوند. تناقض آشکاری که وجود دارد این است که طالبان از یک طرف با برقراری روابط صمیمانه با چین بی‌اعتنایی آشکار خود و درد و رنج مسلمانان آن کشور را به نمایش می‌گذارند، اما همزمان با گروه مسلح ترکستان شرقی روابط نزدیک دارد. معلوم نیست که در روابط صمیمانه‌ای که با دولت چین دارد چه تعهدات درباره گروه ترکستان شرقی داده است. آیا مانند ایمن الزواهری در بدل مبلغ پول فروخته خواهند شد یا همچنان از حمایت طالبان برخوردار خواهد ماند؟ سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.